رفت شد. با سلام و درودهای گرم و شادباش‌های نوروزی به شما بینندگان عزیز تلویزیون ترابدی و همه مردمانی که نوروز رو پاس می‌دارن، امید سال جدید و قرن جدید خورشیدی که آغاز شده پایانی بر آن همه پلشتی‌ها و تبعیض‌ها و ستم‌ها و ظلم‌ها، فقر و فاقه‌ای باشه که بر مردمان ایران در این همه قرون وارد شده و امید که خورشید آزادی و بهار بتونه زندگی‌های بهتر، شرایط انسانی‌تر، آزادی و رفاه و شادی رو برای همگان و همه شما عزیزان برمغان بیاره. با تغییر روزبه هستیم و نگاهی میکنیم به رویدادهایی که در سال 1400 بر مردم ما گذشت. درود بر شما و با شادباش‌های نوروزی تغییر روزبه گرامی. منم همینطور به خودت و بینندگان و شنوندگان عزیز سال نو رو تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی باشیم، داشته باشیم، سال بدون جنگ، سال بدون تورم و فشارهای اقتصادی کمتر، خیزش‌های مردمی و به هر حال سالی باشه که آینده‌مون به هر حال بهتر از این بشه هست. سالی که گذشت سال اعتراضات و تجمعات گسترده اجتماعی بود، سال تظاهرات سراسری معلمان و فرهنگیان بود و تجمعاتی که سراسر کشور رو در خودش گرفت. بهمن و آذر و دی در واقع تظاهرات گسترده فرهنگیان بود و تظاهراتی که بی سابقه بود در سراسر کشور با احسابات درخشان و همبستگی های بزرگی که بود. در این حال سالی بود از تجمع بازنشستگان و مردمانی که در واقع بیش از 30 سال 3 دهه زندگی هاشون رو گذاشتند و امروز با فقر و فاقه فراوان وحشتناکی زندگی می کنند و فقر مطلقی که بر زندگی های اونها جاری است. در این حال سال 1400 با اعتصاب درخشان کارگران 7 تپه آغاز شده بود، کارگرانی که مهر خودشون رو بر همه اعتراضات اجتماعی در چند سال گذشته زدن، مهر اعتراض به غارتگری ها، خصوصی سازی ها و فقر و فاقه برای دفاع از زندگی بهتر، معیشت و سلامت اجتماعی، سلامت مردم. و سال در واقع بود که اعتراض و اعتصاب کارگران پروژه نفت رو شاهد بودیم، اعتصاب و اعتراض گسترده‌ای که در سراسر کشور صداش به همه جا رفت و در واقع تا حد زیادی تغییر بسیار گسترده‌ای رو در جامعه ما سامان داد. در این حال با یکی از بی‌سابقه‌ترین حرکت‌های اعتراضی و اجتماعی روبرو بودیم، علیه بیابی، خشکسالی، علیه مافیای آب، علیه سیاست زیست محیطی حکومت اسلامی در اصفهان در شهر. و ما زایندرودی رو شاهد بودیم که به جای آب مردمانی، کشاورزانی و هزاران نفر در آن جاری بودند و این اعتراض درخشان رو در کشور ما سامان دادن. در این حال سالی بود با یک نه بزرگ دیگر، نه بزرگی به رژیم اسلامی و دولت برآمده از گزینش در واقع شورای نگهبان، دولت رئیسی رو ما شاهد بودیم که با یک بی‌اعتمادی کامل، با یک بایکوت بسیار گسترده، با یک 3 میلیون
رأی باطله به قدرت رسید و چهره دیگری از حکومت اسلامی و انزوای اون نشون داد. در این حال ما شاهد بودیم که در پایانی دولت روحانی نامه و در واقع نوار ظریف انتشار پیدا کرد که نشان داد که چقدر سیاست حکومت اسلامی گروگان سیاست پوتینی است در بسیاری از زمینه‌ها و چگونه این سیاست در واقع کشور ما رو به گروگان بیت رهبری و باندهای به اصطلاح میدان خودش در آورده. از نقش سلیمانی، نقش میدان، سپاه پاسداران در تخریب سیاست‌های حتی وزارت خارجه حکومت اسلامی گفت و نشان داد که دولت در واقع رسمی هیچ قدرتی در مقابل دولت غیر رسمی، دولتی که از بیت رهبری خودش رو حکومت رو سامان میده، در واقع نیست. در این حال ما شاهد بودیم که دولتی به سر کار اومد که ظاهرا و عملا علیه سیاست برجامی بود و با داد و قالهای فراوان میخواست بگه که چقدر اون سیاست به اصطلاح همزیستی و گذشت و در واقع سیاست برجامی دولت روحانی اشتباه بود و امروز خودشون تمام تلاششون، سقف تلاشهاشون رسیدن به همان در واقع توافقیه که دولت روحانی در حال سامان دادنش بود. ارزیابی خامنه ای از این دوره، از این سالی که گذشت، سال بسیار موفقی بود که به قول خودش علی‌رغم برخی تلخی ها که در رابطه با گرانی و مشکلات معیشتی بود، از یک دولت تازه نفس علاقمند به حرکت‌های مردمی گفت که ریل جداگانی از دولت قبل داره و در واقع دقیقا در چارچوب سیاست بیت رهبری است. ارزیابی شما از این دوره چه هست؟ از سخنان خامنه ای و این به اصطلاح موفقیت او در دوره‌ای که گذشت، از این هم نباید گذشت که ما شاهد قتل فجیع آبتین بودیم، بختاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران در زندان که توسط حکومت اسلامی به زندانی کرونایی فرستاده شد و متاسفانه این فیلمساز برجسته و عضو پایدار کانون نویسندگان ایران رو ما به واسطه کرونا و این رژیم کرونایی از دست دادیم. یاد او و یاد همه مبارزان راه آزادی و راه در واقع دفاع بی‌قید و شرط از آزادی بیان رو گرامی می‌داریم. درود بر شما. تغییر بله، خب این سالگرد همیشه فرصتی برای حاکمین، مخصوصا حکومت اسلامی. درسته، بفرمایید. صدای شما خوبه، اشکال نداره، میاد. برحال یه پارازیتی که وجود داره، من دارم میشنم خودم. نه، صدا خوبه. دولت ها به هر حال رهبری هم که همینطور خامنه ای که در رأس قدرت نشسته، هر سال یه فرصتی به دست میارن که دیدان های خودشون بگن، ولی اون چیزی که هر سال ما میبینیم نسبت به سال های بعدی، میبینیم که این دیدان برشکسته تر شده، هیچی نداره به ارائه. خامنه ای هم به هر حال از منظر قدرت که تاریخ خودشون روایت میکنن، خودشون به هر حال توجیه میکنن، هم سعی کرد که برای خودش دستاوردهایی رو جور کنه، ولی خیلی به هر حال بیمایه بود صحبتاش، به خاطر اینکه اون مسائلی که به عنوان اوج مطرح میکرد که ارائه بده به عنوان دستاوردها، یکیش همه این انتخاب این دولت بود، دولت مردمی، دولتی که به هر حال انرژی داره، فعال از در این، و اونطور که معلومه ریل عوض کرده به گفته خود خامنه ای، و به هر حال دولتی سرسپرده و ازش اظهار رضایت کرد. این
در حالی که این دولت تنها دولتی بوده که از نظر همین آمارها رسمی ها، نه اینکه حالا اپوزیسیون و واقعیت ها چه هستند، کمترین مثلا رأی رو داشته، در اقلیت بوده و بسیار شرکت نکردن، چه مجلسی که تو این دوره تشکیل شده و چه دولت خود رئیسی، ضمن اینکه رئیس قاضی‌القضات مرگ بوده و این بزرگترین فاجعه و از نظر تاریخی است که کسی اومده با این که مثلا دادگاه باید محاکمه بشه، جنایت جنگی، جنایت انسانی، بشریت، الان اینا داره و الان هر جا پاشو بذاره توی کشورهایی که اقتدارگرا نباشه، از قبل تدارک ندیده باشه که جرأت نمیکنه بره، همونجا میگیرنش، مثل همین نوری محاکمش میکنن. یعنی این رئیس جمهوری که به هر حال تو تاریخ دولت ها معمولا سعی میکنن آدمایی بیارن که برای اینطوری نباشه گذشتش، پروندهش، ولی اینا به اینجا رسیدن از نظر به هر حال وضعیت وخیمی که داشتن و نیازهایی که داشتن، آدم سرسپرده مثل اینو مجبور شدن بیارن که خوب اون کشتارها رو کرده دیگه، پشت صحنه جایی نداره بیاد، همینجا باید بره خادم باشه براشون. به هر حال منظورم اینه که این دولتی که این مردمی میگه نمیدونم موفقه، از جمله اونها بوده که مردم تحریمش کردن، جامعه ما تحریم کرده و بزرگترین تحریم کل این 43 سال بوده از نظر انتخاب دولت ها. به ضمن اینکه شورای نگهبان همه را هم قتل عام کرد، تمام کانده های دیگر و یک دست اینا رو آورد و مجلس گویان خودش و اطرافیانش و این را هم کرده، وزیر، وکیل، نمیدونم معاون، اینا هم اینایی که بودن. پس بنابراین اولین اوج این سالی که میگه وضعیتش اینطوریه، یه آدم مثل قاتل و جانی اونم در سطح کلان هستش و بیلانش. حالا در مورد بیلانم که وقتی اشاره کرده مسئله کرونا رو گفته که این هم یکی از شکست‌ها و آبروریزی های رژیم بوده که هم تأخیر داشته، هم به هر حال عمدن اصلا گزارش های دقیق نمیداده، بعدا همش رو شده، بعد ایران جزء لیست های اولیه تلفات بوده آمارها و همین الان جزء اون 7 8 10 کشوری با همین ادعایی که میکنه، ولی این ادعا میکنه که بله ما در مورد ایران موفق شدیم. حالا موفقیتم به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه واکسن تولید شد در سطح جهان، ولی واکسن هایی که وعده داده بود وارد نشد و ادعاش اینه که ما مثلا مستقل کردیم و بر مبنای این میدونیم که حتی ورود واکسن های خارجی ممنوع کرده بودن، اینها حرام کرده بودن، مونتا بعد حلالش کردن، دیدن اوضاع خیلی خرابه، نمیتونن مرگ و میر خیلی اضافه کنترل دیگه نمیتونن بکنن، به زهرا جانیز همه اینا اتفاق افتاده. بعد اینا کرونا هم به عنوان یکی از چیزهای افتخار اوج دوم. حالا اوج سوم چیه؟ اوج سوم ماهواره ها و موشک هایی که به هوا پرتاب کردن، روش مرگ بر اسرائیل نوشتن و تهدید میکنن، یعنی اخیرا دیدیم که زدن عراق، متحد خودشون از خودشون دور کردن، کسی که متحد نزدیک به نزدیکترین همسایش که از اون اتفاق افتاده بعد از سقوط صدام، میبینیم که به اون شلیک میکنه و اون اصلا در مدیران به سازمان ملل قرارش رو شکایت بکنن و بازرسی دارن میکنن، مثلا گزارش میخوان جمع کنن که ادعاش که اینا همچنان مدعی هن که میزنیم شما رو، یعنی حتی متحدی شما. پس بنابراین در منطقه همچنین وضعیتی داره، یعنی کسی که دولتی که متحدش بوده الان تبدیل داره میکنه به ضد خودش و اونجا عربستان و آمریکا و اینا دارن جولان میدن دوباره بر مبنای اینکه بعد مثلا بیرونشون میکردن، حالا شهرهای قبلی اینا موشک داره میده هم برای دفاعش فلان در مقابل ایران و عراق. ببین این مسائل داره در همین منطقه اتفاق میفته، بیلان ها اینا رو همه رو هیچ صحبتی نمیکنه تو منطقه ما چه کردیم، یا در لبنان هم همین وشکستی هست، در سوریه هم شما نگاه بکنید میبینید که سوریه بشار اسد و بعد از اون همه منزوی شده بود، حالا دعوتش میکنن، فرش قرمز دارن زیر پاش پهن میکنن. خب این معلومه که حکومت اسلامی در این حوزه هم نتونسته، یعنی امیدهاش از دست میده و اونا دارن یارگیری میکنن و جذب میکنن، میدان میدن، وقتی اون امکانات بهش بدن، قطر و دیگران و امارات و پول و فلان، خب معلومه که ایران اونجا بازنده خواهد بود، هرچی هم تلفات داده باشه، تلفاتش به مردم ایرانی که باید بیرن اونجا دفنش میکنن. پس بنابراین در این حوزه های منطقه هم این بیلان، یعنی خروجی هیچی وجود نداره از نظر مثلا اقتصاد. حکومتی که مستضعف پناه بوده الان شوک تراپی رو در دستور قرار داده که هیچ دولتی قبلی جرأت نمی‌کرد، این جزء بیلانشه. ولی
خامنه‌ای اصلا به اینا اشاره نداره، همچنان میگه که یه طواف هم میکنه، تکرار هم داره میکنه دور یه چیزی که چندین سال داره میکنه، مسئله تولید، نمیدونم اقتصاد دانش بنیاد، اقتصاد اشتغالی، میخواد درس هم بده به اقتصاددانان و به دنیا، بعد بر مبنایی که تولیدی که در ایران هست ورشکستگی کامل، به خاطر اینکه همین ترکیه که کنار ماست لازم نیست با دیگران مقایسه کنیم، ایران که تولید ناخالصش معادل و بیشتر هم بود حتی، الان به یک سوم اون تنزل پیدا کرده، یا نرخ ارزش پول ملی، تمام فاکتورهای اصلی نشون میده شکاف عظیم افتاده. خب البته معاوضاش در بازتابهای اجتماعی اعتراضاش هم میبینیم، و جالب اینه که خودش هم مجبوره حتی یه مقدار این شعارهایی که اطرافیان رئیسی، خود رئیسی، این دولت میده، میگه نه اونطوری هم نیست، مسائل معیشتی مسئله بزرگی که به این سادگی هم حل نمیشه. یعنی اونجا که رسیده یه چیز ناقابل وجود داره در مقابل اون بیلان ها، اون اینه که مردم بله مشکل معیشتی دارن، سختی دارن، این واقعیتیه، ولی باید تحمل کنیم، تجهیزی درست خواهد شد فلان، حالا 42 سال که درست نشده، بدتر شده هر روز. و اون دولت هم رئیسی هم همزمان همین کنفرانس و همین به اصطلاح صحبت ها رو کرده، پیام فرستاده برای خودش، حالا رفت در یه نقطه ای اونجا. ببین این هم نشون ادعاهایی که میکنه، میگه که شیب به پایین اومده، تورم پایین اومده، همه اینها رو هم اون ادعا میکنه و واقعیت درست برعکس اونه. یعنی حتی مثلا مهاجری و اصولگرا گفته که اصلا یا خودتون اقتصادی که سرتون نمیشه که واقعی دا. یا اونهایی که دورتون هستن از امام صادق همه اینا جمع شدن دارین حرفا رو میزن، اونا اصلا به شما اطلاعات غلط میدن که باویلاتر، که یعنی شما اینقدر دیگه چیز هستی، از هر لحاظ اصولگراست ها، اینا اصولگراست. خب تو جامعه هست، میگه که اصلا صحبت های شما چه ربطی به واقعیت نداره، با تورم، با زندگی. توی همین در واقع اخیراً مثلا همین مثلا گوجه سبز صحبت از 5 میلیون بوده، دولت اومده فلان کرده اینا، کیلویی که یه کارگر که حداقل داره 7 کیلو بیشتر نمیتونه بخره، کل پولشو بده حقوق حداقل 7 کیلو گوجه سبز میتونه بخره. فکرشو بکنید جامعه که اینو تولید کردن بعد از 42 سال به کجا رسال، اون 5 میلیون اگر باشه که اصلا 1 کیلوش هم نمیتونه بخره، ولی اینا گفتن نه 600-700 هزار تاست و فلان اینا، بعد نخرید به یه قیمت بیاد پایین، اینجور چیزا. ببین مسئله یعنی بیلان اینها چیزی نیست که در کاغذ باشه، در زندگی مردم اینو میبینن، دنیا میبینه، اقتصاد هم میبینه. اینا یه اقتصاد قاچاق زیرزمینی تولید کردن که وزیر نفت میاد میگه من نمیتونم گزارش بدم، یعنی بنیان اقتصادی ایران قاچاقی زیرزمینی پشت پرده صورت میگیره، همین فساد بخور بخورها پشت این صحنه صورت میگیره. یعنی یه دولتی وجود داشته باشه که نتونه به افکار عمومی اقتصادشو گزارش بده، شما ببینید این دولت چه میکنه. یک دولت اقتصاد سیاسی ولایت فقیه که یک اقتصاد توفیلی انگلی کامل هست، گندیدگی به معنی واقعی و فسادهایی که هر لحظه ازش میتراوه، خب جز این نخواهد بود. و اینم هست وزیر، چون دو برابر رو نیم کردیم نفتو، حالا ادعاش اینه که یعنی با اون FATF و نمیدونم پولشویی احتیاجی نیست اونا رو درست کنیم، و به همین دلیل اونا علامت یک همین اقتصاد انگلی هستن که راهی ما نمیخوایم با جهان اونطوری باز کنیم، ما همینطوری میخوایم از کنار حاشیه جهان با این زیست بریم. پس بنابراین مسئله اقتصادم که بیلانشونه، اینم دولت رئیسی داره این حرفا رو مطرح میکنه. کلا اگر از منظر دولت نگاه کنیم، خامنه‌ای نگاه کنیم که همه چیز همیناست، به این شکل، به این آمارها، به این جهت، بعدم میگه تولید بنیانی مثل اقتصاد فلان اینا رو متمرکز بشیم، قابل حل. یه دولتی میخواییم که سربراه باشه و بتونه فعال باشه، و این تمام حرفشه خامنه‌ای. یا دیگران هم مشکلات که تارا بوده به خاطر کمکاری دولت های قبلی بوده، این کل پیام خامنه‌ای بوده جوهرش. و در این حال اینم بعد از نمادین اشاره کرد که ما همسایه مثلا مثل طالبان داریم که الان مثلا میگه نوروز که من حمایت نمی کنم، ازش به اصطلاح تمجید نمی کنیم، ولی مخالف هم نمی کنیم، یعنی سرکوب نمی کنیم. حالا تو حرف گفته طالبان،
یعنی تمام اون نوروز و دشمن شادی، دشمن اون چیزهایی هستن که به هر حال مردم در زندگیشون، در سبز شدن زندگی، جاری نو شدن زندگی دارن. اینا را اینا هم همینطوری، این طالبانیزه شدن یک واقعیتی است در ایران داره اتفاق میفته، به خامنه‌ای هم تبلورشه، اینا جفت همن. کما اینکه رئیسی که اونجا رفته میبینی که فقط یه گلی گذاشتن جلوش و یه مقدار کتابای مذهبی و قرآن و آیه و اینها، یعنی اصلا از هفت سین خبری نیست. در حالی که مثلا فرض کن کشورهای دیگه ای که حالا اصلا نوروز ندارن، مثلا فرض کن بایدن یا همه اون بقیه، میبینی که کنار سبزه ها نشستن، هفت سین نشستن، چون اونا میدونن که از این طریق میتونن به مردم مثلا نزدیک بشن احساس سیاد. ولی اینها رو نگاه کن تو داخل نشستن، حتی اون قبلا میشستن یه سب برحال یه چیزی وجود داشت، همه اونا رو هم حذف کردن. این طالبانیزه شدن به عنوان نماد در همین نوروز هم در سخن و در رفتار و در کردار اینو خودش نشون میده. از نظر نمادی هم خب محتوا اون بوده، از نظر نمادی هم وقتی نگاه کنیم همین سال روزو میبینیم که این طالبان، چون طالبانیزه شدن یه پدیده بوده در ایران هم، ما این سال مخصوصا خیلی با شتاب شاهدش بودیم در رفتارها، در برخوردهای دیگه. اونجا هم میبینیم که مثلا در مورد نوروز چه برخوردی میکنه، میگه خب ما نوروز رو تحمل میکنیم، حالا طالبان میگه اونم تحت شرایط خاص خودشه، کاری ندارم حالا اون چی میخواد بگه و هدفش چی هست، ولی به رسمیت نمیشناسه، معلومه قدرت دستشه و سعی میکنه ریشه هاشو بزنه. حالا سال اول 6 ماه اول نمیتونه، مثلا بذاره سال دوم سوم این با شادی با چرخش مثلا با سبزینه شدن جهان با این روند ها اینا زیاد دلخوش نیستن، همش بعد همون دوره مثلا جهان خوش ایدئولوژی خوش. در ایران هم میبینی که مثلا رئیسی دقیقاً قاضی و قضات مرگ همین مسئله رو داره، ما میبینیم اینو دوره وقتی اونجا مثلا در خرمشهر اونجا اصلا بساطی میذاره اونجا برای خودش نوروز و پیام میره و برگزار میکنیم، فقط دستگلی هست و یه سری آیات فلان اینا، به هیچ وجه مسئله مثلا فرض کن هفت سین سنت ها مسائل نوروزیه. روشنه که قدرت ها هر چیزی سعی میکنن مناسبات قدرت اینطوریه، هر چیزی رو اونطوری که دلشون میخواد مصادره کنن، شکل بدن، تبدیل کنن به ابزار قدرتشون. بزرگترین ویژگی این قدرت های استبدادی است که همه چیز رو میخوان در خودشون هضم کنن. نوروز هم همینطوری، مثل بقیه مسائل. در مورد علم هم خامنه همینطوری برخورد میکنه، دانش علم موشک ازش در میاره، همونطور که کره شمالی این کار میکنه. ما اینو میبینیم که قدرت با دانش چجوری برخورد میکنه، چون اونجا دانش دانش بود، دانش بنیاد، حالا میخواد توضیح هم بده شیفه هم کنه خامنه. این دانش یعنی اینکه شما میرید با هر پدیده مدرن وقتی برخورد میکنید، درست اون چیزی که در خدمت شماست اونو میگید، بقیه رو نفی میکنید، نه اینکه حتی بی تفاوت باشید، خونسا میکنید، به جنگش میرید. به همین دلیله که اینها در مورد مثلا نوروز میبینید که با شادمانی، با واقعیت اینه که وقتی نگاه کنیم به جامعه در نوروز هم خودش نشون میده، گفتم بیلان های دیگه ای داره، یک مسئله خیزش بوده که بسیار مهم بوده اتفاق افتاد، یک مسئله اینه که جامعه ما به اصطلاح میدان و سیاست، رژیم نمیتونست بدون پیوند اینو تا حکومت کنه بر این جامعه دیگه، مثل گذشته نمیشه. به همین دلیل یکی از ویژگی های سال گذشته که به هر حال اینا نمیتونن صراحت بدن، یا اگر صراحت بدن به نفع خودشون تعبیر میکنند، اینه که میدان سیاست با هم گره خورد، پیوند خورد. پدیده های مثلا فرض کن اتفاق افتاد دیگه در این سال گذشته، مثل ظریف اینا، اینا همه بیان همین پیوند بودن. و حتی موقعی که این رژیم از نظر اقتدار و تولید قدرت که خودش میگه که مهمترین مسئله است، خامنه‌ای همیشه پیامش اینو داره که تولید قدرت باید بکنیم و خودمون باید متکی بشیم موشک ها غیره و غیره، میبینی که چون تو داخل دیگه به هر حال کفگیر به تایید خورده، باید با قدرت های خارجی نزدیک بشه. و میبینیم یک روند کلی، ما داریم ملاحظات کلان رو مطرح میکنیم الان در این بحثمون، میبینی که راستاها و راهبردهای شرق رو داره، چرا؟ برای اینکه سیاست نه شرقی نه غربی رو عوض میکنه. روحانی پیامی که فرستاده در این عید، دو تا به هر حال مطلک سیاسی بر اینا داره، یکی که همون برجامی رو که میگفت حالا که قبول کردید خیلی خوبه پیش ببرید، که تا حالا آتیش میزدید و نمیخواستید، یکی هم همین مسئله توازن قدرت با جهانه.
که به سمت یه طرف قش نکنید. حالا اون پیامش این بوده، منظورم اینه که خودشون میگن دیگه، روی کارتاشون رو میکنن دست هم دیگه رو. چگونه اینها برای اینکه اون خلای قدرت در داخل رو پر کنن دخیل میبندن به این قدرت های جهانی و اون نه شرقی نه غربی از خمینی هم عبور میکنن، از خودشون عبور میکنن، از ارزش های گذشته خودشون که همه 30-40 سال زده اینا عبور میکنن ناچارن. این هم یک از بیلان های گذشته این مسئله بوده. خاطر مسئله شما از بیلان در واقع سیاست خارجی اینا گفتید، مسئله سیاست در واقع نه شرقی نه غربی، ما که روشن به طور روشن در سال 1400 با اون قرارداد در واقع اجرای قرارداد 25 سالی چین و ایران و بعد قرارداد 20 سال با روسیه و در واقع همون نواری که از آقای ظریف پخش شد به عنوان اینکه نشون داد که چقدر سیاست جمهوری اسلامی در واقع گروگان سیاست و تابع سیاست در واقع پوتینی هست و چقدر خود در واقع سیاست به اصطلاح میدانگذاران سیاست خارجی، یعنی سپاه پاسداران، سپاه قدس و سلیمانی مرحوم چگونه سیاست روسیه رو به کار می بردن، هم در جنگ سوریه و هم در ارتباط با تخریب هایی که در ارتباط با مسئله برجام نشون میداد، نشون میداد که این سیاست در واقع نه شرقی نه غربی، در واقع یک سیاست شرقیه، شرقی که امپریالیسم چین و امپریالیسم روس در واقع بزرگترین حامیان اینها هستند. به این لحاظ هم هست که شما نگاه میکنید در ارتباط با مسئله تجاوز روسیه به اوکراین هم اینها سیاست در واقع بسیار بسیار نامتعادلی رو به کار بردن، من نتونستن در قبال این سیاست، یعنی در قبال تجاوز پوتین به اوکراین موضع‌گیری نکردن. این رو چگونه میشه دید؟ چقدر این سیاست نه شرقی نه غربی به هوا رفته؟ خب دیگه این یکی از بنیانهاشون بوده با توجه به این که تو داخل دیگه پایگاهی براشون نمونده، چون این شعار که داده شد به خاطر این بود که رژیم پایگاه اجتماعی با توهم با هرچی که بود خمینی ها داشتن، در نتیجه احتیاط میکردن که نیازی ندارن به قدرت های دیگه زیر پاشون، در حالی که اون داشت زیر پاشون سوس میشد، آب میرفت. ولی خب اینا متوجه هنوز اون مسئله نشدن، اون زمان میتربید، الان با انتها رسید اون مسئله. ولی اون موقع این تصور بوده که نیازی نیست، در نتیجه اونطوری حرکت کردن، رو پای خودمون واسیم استقلال و استقلال و اینا. و بعد وقتی که دیدن نه تو داخل اینطوری نیست، خب رفتن دو تا تولید قدرت کنن، یکی همین کشورهای دیگه، یکم موشک تولید کردن، یعنی مسیر کره شمالی و حکومت‌های استبدادی توتالیتر به این شکل. و بعد گفتم با دانش میشه اینطوری برخورد کرد، با دانش اقتدارگرایی در واقع تسخیر میکنه اون چیزهایی که به نفع خودشه و بقیه هم میندازه دور. دستاوردهای مثبت رو تو ایران میبینیم که با علم چطوری برخورد میکنه. دانشگاه ها مثلا میخوان فقهی کنن، میخوان جامعه شناسی فلان مستقل و اسلامی بکنن، اصلا دانش رو شما میخوای اسلامی بکنید که دانشی نمیمونه، اینا دانش برخوردشون اینه. پس بنابراین این روشنه. بعد از مسائل دیگه ای که باز از دستاوردهای مهم سال گذشته است، فرسایش قدرت. یکی از چیزهای بسیار مهم جامعه در یک سال گذشته که خودشو برجسته نشون داد، فرسایش قدرت. این فرسایش قدرت به این معناست که از یک سو رژیم ابزارهای تولید قدرت واقعیش خودشو از دست داد، فلج شد، که یکیش مسئله همین نظام دشمن بود، آمریکا و اینها، که جامعه رو حول این بسیج کنه که دیگه این بسیج کننده نیست، دیگه از این دیگ بخاری بر نمیخوره، هیچ کس وارد خیابان نمیشه با این شعارها که در گذشته مثلا از سفارت قبل شروع شد و اینا، دیگه به انتها رسیده، یعنی کاملا پود شده رفته. این یک مسئله است. یک مسئله این بود که میتونست از طریق بازی‌های باند جناحی خودش، بازی‌های درونی سیستم بازنمایی کنه و بگه بله انتخابات و معرکه رو داغ کنه، تنور انتخابات و مردم بکشونه و حمایت مشروعیت، و این خودش یعنی باستولید قدرت، تزریق خون در رگهای رژیم. این هم به انتها رسیده، یعنی کفگیر به تکی خورد. بس بنابراین رژیم فرسایش قدرتش اینه. در مقابلش فرسایش قدرت اون ورش هم هست که مردم خیابانها رو تسخیر میکنن، حضور دارن،
همه چیز، یعنی تو کارخونه، تو خونه ها، این برومن نیستن، اعتراضات همه خیابان ها منتقل شده و منتقل خواهد شد. خیزش ها هم همینطور، یک بازوی این خیابان خیزش هاست، یک بازوش مطالباته، هر دو در خیابانه. یعنی فعلا وارد خیابان شدن و اینها با هم دارن تلاقی میکنن و ترکیب میشن و دارن مثلا فضای جدید و دور جدید ایجاد میکنن که در حال شدن هستن. این بسیار مهمه که مردم بعد ارزش های جامعه و رژیم، دو چیز کاملا متضاد در هر زمینه، مردم ارزش های خودشون تولید میکنن و دارن، حالا مستقل از اینکه ما چه نقدی مثلا به زوایای از این ارزش داشته باشیم نداشته باشیم، یه بحث دیگه هست. اینطوری نیست که هرچه مردم تولید کنن 100% همه چیزش عالی است، ولی کلا در مقابل ارزش های رژیم دارن حرکت میکنن در مجموع. و این بسیار مهمه در مورد موسیقی، در مورد حجاب، در مورد زندگی، در مورد ازدواج، در مورد نوع مشروب، نوع زندگی، نوع صحبت، همه چیز متقابل با رژیم هستش. به همین دلیل رژیم در یک مسیر دیگه است، مردم در یک دیگه. این مسیر سرانجام خودشو، ماکزیموم خودشو در همین جدایی کامل و غلبه این وضع بر اون وضع رژیم خواهد داشت. یعنی بستری از شکل‌گیری جامعه آینده، جامعه‌ای که در مقابل رژیم است، در مورد مذهب، همه چیز. یعنی شما چیزی پیدا نمی‌کنید که دوگانه وجود نداشته باشه ارزش‌هاشون. این داره شکل میگیره تو جامعه و هر لحظه شاهد هستیم که این دوگانگی، دوگانگی بسیار مهم است که جامعه واقعی و جامعه نمایشی دیگه دو دایره متداخل نیستن و نمیتونن متداخل باشن یا حاشور مشترکی داشته باشن، بلکه هی دارن فاصله میگیرن، اون برای خودش، چون اینم از این جدا میشه، اون هی باید یا به خارج وابسته بشه یا هی داره ذوب میشه و در انحطاط خودش غرق میشه، از جمله فساد و بخور بخورها و اینا که دارن. پس بنابراین یک طرف شمینه، یک طرف مثلا از دست آوردشون همین مسئله شوک الکتری، به اصطلاح ارزیه، شوک پولیه، شوک قیمتیه، که به نظر من یکی از بزرگترین جرایه های بزرگی است که رژیم بودجه تصویب شد دیگه. یکی از مسائل مهم همین بود که دعوا بودجه ها سر این مسئله بالاخره به توافق رسیدن، در اختیار دولت گذاشتن و نهایتا خامنه‌ای هم دخالت کرد، گفت این کار باید صورت بگیره و به هر حال رو کاغذ تصویب کردن. و این به معنی هستش که رژیمی که مستضعف پناه، گفتم دو تا جامعه شده، رژیم هم حتی از گذشته خودش عبور کرده، همون شعارها، میبینی که کاملا تبدیل شده به یک کسی که به دولتی که آخرین اهرم‌های شوک تراپی رو داره ایجاد میکنه. نولیبرالیستی هار با سرکوب آمیخته، این هم آینده ای رو هم روشن میکنه، چه از همین الان هم توی این سال گذشته یکی از داوردهاش بوده که اینو مطرح کردن. مسئله دیگه همون مسئله ادعایی که دارن در مورد قرن 14 و 15 هم. توی پیام های اید گفتن که هم قرن 14 هم قرن اسلام بوده، اسلام سیاسی و انقلابی بازدار اینا، و هم قرن 15 هم. چرا؟ برای اینکه مثلا تحویل سال امسال یا تقارن سال هست و با قرن، و هر چند نسل یه بار اینو میبینه، همه نسل ها این تقارن نمیبینه. به همین دلیل خیلی مهمه این قرن، نگاهی به گذشته فرصت است برای جامعه ما که نگاه کنه، یک سر پشت سر خودش جمع بندیش و یک سر نگاه به جلو که این حکومت به هر حال چه چیزی هست و چگونه مثلا آینده ای رو براشون رقم خواهد زد، نگاه بگذاشته به خودشون بچه کنن در این صحنه. پس بنابراین یک فرصت بزرگی هست در این حال، منتها اینا هم خب روایت های مثل هر قدرتی که تفسیر تاریخ، روایت تاریخ با زائقه خودش صورت میده، اینا هم گفتن قرن 15 هم و قرن 14 هم. البته قرن 14 هم به یک تعبیر همه اینا درسته، حرفایی که میزنن، منتها خب باید دید که معنای واقعی چه هست، نه اون معنایی که اینا توش میخوان بدن. بله این درسته که جامعه ما انقلابی که صورت گرفت نهایتاً علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفت، شرایط که جمع شد، یعنی جمع آمد مجموعی از شرایط بود که حالا خارج از بحث من، انقلاب مشروعه، یعنی انقلاب مشروطیت ادامش نبود، انقلاب بهمن در وجه قالب هژمونی که اینا تصرفش کردن و مصادرش کردند، چه قبل از انقلاب چه بعدش به ویژه که قدرت رو بزرگ کردن، اونجا هم هژمونی، قبلش هژمونی بود، بعدش قدرت سخت افزاری. و
ببین این داستان که اتفاق افتاد، آره، یه بازگشت به مشروعه اتفاق افتاد، یعنی در واقع اون جریان بود، خمینی و این جریان ها و این مسئله روایت قرائتی که داشتن به قدرت رسیدن، ولی این به معنی شکوفای ملت ایران نبود، مردم ایران نبود. یه شرایطی جمع شد که یک چنین فاجعه ای، اون جنبه های ترقی خواهانه مغلوب شدن، نتونستن جنبه های ارتجاعی با گرایی بازگشت، و فضل الله نوری زنده شد و وارث صحنه شد در حالی که در گذشته اعدام شده بود. تاریخ یعنی وارونه عمل کرد، وارونه شد. خب اون شرایط، ولی این به معنی دستاورد شما نیست، شما خودتون هستید و سوار شدید و مسلط شدید بر جامعه و فاجعه را آفرید، یعنی خود فاجعه بودید. پس بنابراین از این زاویه خب بله، ما این ورش رو تفسیر میکنیم که جامعه دوچاری شد، باطلاق شد، حالا علتاش، دستاوردهاش، جنبندیهاش و چگونه بعد از این فاجعه عبور کنه، فاجعه سر جاشه. این یک مسئله. دوم مسئله اینه که اون چیزی که در مورد قرن 15 هم میگن و خود خامنه‌ای هم به عنوان دولت موجود به عنوان مهمترین دستاورد سال گفته، همین رئیسی قاضی القضا قاتلو، ببین این مسئله به معنی درست عکسشه، به خاطر اینکه اسلام ته کشید، اسلام سیاسی به تباهی رسیده، به پایانه خودش رسیده، به لحاظ تولید قدرت، به لحاظ گفتمان مشروع که میتونه داشته باشه، به لحاظ اینکه اصلا تو اجتماع بتونه جاذبه ای داشته باشه، همه چیزش سوخته. حتی تو منطقه هم دیگه حکومت اسلامی که با تأخیر فاز بهش توهم وجود داشت نسبت به داخل کشور، الان سوخته، هیچ کس منفور شده، الان اقلیت، الان کسی دیگه جاذبه ای نداره براش. پس بنابراین اینها پارادایم اسلام سیاسی در واقع در انحطاط خودش، همونطور که گفتم بازتولید و متابولیستی بحران داره، نمیتونه. پس بنابراین قرن 15 هم قرن دفن شدنه. حالا من پیشگو نیستم زمانشو بگم، نمیتونم بگم، ولی مسلمه که این فازی که از اونجا شروع شد به اون شکل بازگشت اینجا به پایان میرسه. حالا امیدوارم به زودی، بله زودتر مسلمه، چون ولی خب اینا سعی میکنن با همین بساطایی که راه انداختن، مثلا فرض کنن همین ایرج آوردن، مثلا در مورد همین خیلی پیر شده دیگه، نه بعد از چه بنده سال که خانه‌نشینش کردن، مثلا نتونست بعد از انقلاب یه خودی داشته باشه، هنری داشته باشه، مثلا از این چیزا استفاده میکنن، آویزان میشن برای اینکه مثل همون تتلو دیگه که سوار تتلو شده بود، فکر میکرد که حالشون فریبه، یعنی رژیم با فریب فقط میخواد خودشو مثل نمایش بده، چون واقعیت جامعه یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه. این دوگانگی گفتم نهایتا سرنوشت اینا رو رقم خواهد زد، این جامعه دوگانه، دو تا قیچی هستن که دارن همدیگر با فاصله نجومی فاصله میگیرن. مثلا ما این روند انحطاط رو فقط خب مثلا در بلحاظ اقتصادی در زندگی و زندگی همه مردم میبینیم، به قول خودشون فقر مطلق، قبلا اگر فقر بود فقر مطلق، ما فقر مطلق رو در ابعاد بسیار گسترده میلیونی میبینیم، از گورخوابا و آرتیخوابها تا پشت بامخوابی ها و پدیده های وحشتناک اعضای بدن فروشی و کلی فروشی و قرنی فروشی و اینها چیزای ساده ای نیستن، کودکان کار چیزای ساده ای نیستن، کودکان ترک تحصیل کرده توی به شکل ابعاد هزاران نفر، ده ها هزار نفر در سراسر کشور، و موقعیتی که اکثر حاشیه های کشور دارن، موقعیتی که به لحاظ اقتصادی فاجعه بار. ما صنایعمون رو می‌بینیم که صنایع همه ورشکسته است، هیچ صنعتی در کشور در حال روند عادی کاری خودش نیست، یا با کمبود مواد اولیه روبرو‌اند، و مهمتر تمامشون نه فقط قدیمی و ورشکسته و نابود شدن، اصلا امکان حتی بازسازی بسیاری از اونها نیست. توی روند زیست محیطی هم ما همین چیز رو داریم که ما حرکت های اعتراضی مردم اصفهان و خوزستان و کوهکبیه رو به طور گسترده ما دیدیم که چگونه علیه این سیاست وایستاد، و الان هم همین جیره‌بندی آب در موقعی که پایانی زمستان و اوایل بهار رو میبینیم، جای قطع میشه آب و بسیاری از شهرها با کم بودن، نشون میده که چه فاجعه‌ای در تابستان
در مقابل خواهیم داشت و همه از یک روند سقوط در حال صحبت هست. توی روابط خارجی هم که شاید ظاهرا نقطه امید اینها بود که دست داعش رو دور میکنن، نفوذ اسلام هست، ما ببینیم که توی سوریه و عراق زیر ضرب حملات اسرائیلی هست، توی لبنان که به انزوا افتادن و این روند انزوای اینها توی در واقع منطقه هم هست و ما میبینیم که رژیمی که از همه چیز در حال انزواست، در حال فروپاشیه و قدرت با حذف بسیاری از منتقدین نرمی حتی مثل روحانی در واقع ما روبرویم و میخواد یک حکومت یک دست ولایت تبار کاملا ذوب شده مثل رئیسی رو بیاره در قدرت، میبینیم در یک انزوای کاملا هیچ کس اعتنایی بهشون نداره. تو این شرایط اعلام پیروزی کردن نشانی چه هست در واقع؟ ببینید در مورد داخل اینها که اساسا این دندونی که با مردم و نمیدونم اونا اصلا چی میگن اینا رو کشیدن، یعنی خودشون برای خودشون یه فرقی در درون خودشون، ساختار خودشون، اقتصاد ولایت فقیه خودشون، قاچاق خودشون، اینا با قدرت این سرانجام این پارادایم اسلام سیاسی بوده که به اینجا رسیده. این هست و حتی خودشون هم مطرح کرده متا نمیگن، همین روحانی بودن گفتن که ما رو توف میکنن، ما اصلا نمیتونیم دیگه سوار تاکسی بشیم خیابان بریم. سال قبل سال توف کردن و سال نفرت اما زیر پا گذاشتن بود دقیقا. اینا رو اگر بنا رو بشه که خامنه بیلان بده اینا رو بعد بده، چون هم روحانیت که نمیدعا میکنه اسلام فلان فلان اینا، خب همه اونها دارن اینو مطرح میکنن، من که نمیگم، شما که نمیگه، جامعه که نمیگه، لایک ها که نمیگن، خود امامه داران میگن که بابا این بلا به سر ما اومده، توف میکنن، سوار نمیکنن، اذیتمون میکنن، انزوا ببین کجا رسه. حتی بعضی از اینا که بسا شاید تو اون جنایت هم شرکت نکرده بودن چوبشون میخورد، ولی خب اونا که کردن هم میشه ادامه میدن و اونا اصلا چشمشون بستن، هیچ امیدی برای اینا نداره. خامنه‌ای هم یه آدمی است که 30 سال اینطوری حکومت کرده، همینطوری خواهد رفت تا پایان. به هیچ وجه بسیار گفته همه اینا صحت پیام گفته درستی راه ما رو نشون داده، یعنی اون چیزی که من دارم میشم، بقیه هم به خاطر اینکه کمکاری میکردن گوش نمیدن، این پیامش هست. این یک مسئله. دوم مسئله که امید بستن به این هم ریا فریب و تقلب، یعنی همون که حکومت ورشکستگیش در اینه که دوباره برجام احیا بشه، کما این که این روزهای آخر میبینیم که تمام کنان زنیشون که سپاه از اون چاهی خود میخواد چاه در بیارن از لیست، تمام الان خط قرمزشون دارن دعوا، الان این الان دارن صحبت میکنن با آمریکا فلان، اینه چون تمام برجام تبدیل به این شد که آتشش زده بودن، اصلا کلن تبدیل به این شده که تبدیل شده به یک توافق بازگشت متقابل که توافق شده کامل شد 100% متقابل، یعنی اینکه قبلش میگفتن که شما باید بیایید فلان بیایید، اول راستی آزمایی میشه 7 ماه بعد طول بکشه، اینا رو مجلس مسبب کرده همه اینها، یعنی هیچ. پس بنابراین میمونه خودشون میگن بازگشت متقابل سپاه در بیاد و بتونن یک خودشون میدونن که پذیرفتن که این عمر چندانی نداره، آخر عاقبتی نداره این برجام، ولی باید بهش دخیل ببندن و درست اون چیزی که همین مثلا روحانی نداشتن اجرام کردن، دولت قبلی اجرام کردن، همون اونها رو گرفتن دستشون، خودشون داره تهنگ کردن با خیلی چیز بدتر و عقب مانده تر. این داره اتفاق میفته و در مورد برجام این روزها مشخصه و بعدم هیاهو را خواندن و میخوام بر مبنای اینا یه رشد کاذبی نشون بدن. یادمون باشه روحانی دور سال اول که نفت باز شد در شرایطی که تحریم بوده یه دفعه وارد اقتصاد شد، آمارها و رقمها اول شد ایران از رشد جهانی 12% اون سال ایران اول بود در جهان، یعنی آمار کاذب بادکنکی حبابی. حالا اینا اینطوری به سه امیدی بستن که نمیدونم نفتی فلانی بشه، یه خود آزاد بشه، پولایی که نمیدونم عراق و جاهای دیگه از مثل ارزه خودشون نمیتونستم پولاشون رو بگیرن، اونها وارد بشه مثلا یه گزارش های کاذبی هم که آبم توش قاطی میکنن، بعد
یعنی با این زندگی میکنن، این مرگی با این مسائل. پس بنابراین هیچ یا تکیه به مثلا چین و روسیه که اونم با این بحران اوکراین خودش اصلا معضل شده، کما اینکه خب رفت اونجا مذاکره کرد که با شما این اجازه بدیم ما بیاییم، که روسیه قبول کرد که بله من با شما کار ندارم، شما توافق کنید من مزاحم شما نیستم فلان اینا. ببین رفتن بلافاصله ضربتی، چرا؟ برای اینکه اونجا دخیل بسته بودم. ولی در این حال وقتی خود روسیه داره غرق میشه، شما بگید که در حال غرق شدن محاصره اقتصادی هست، اصلا به شما فشار بیشتری منتقل میکنه تا اینکه به شما گشایش ایجاد کنه. قبلا 5 میلیارد پول خواسته بودیم به شما بده، اونم که نتونست بده، تازه اون موقع وضعش خوب بود، 700-800 میلیارد ذخایر داشت، بلوکی شدن خیلی هاشون، اصلا تارمار شدن. ببین مسئله بر سر این هستش که مثلا چین الان داره فاصله میگیره به طور نسبی، چون چین مسائل اقتصادی براش مطرحه، جهان نمیتونه یه دفعه وارد مثل روسیه بشه. روسیه مسائل اقتصادیش باز بارش کمتر بود براش، گرامی خیلی سنگینه، با پدرش هم در خواهد اومد چون مشکل داره در مورد اقتصاد، تحریم های دراز مدت. ولی در این حال چین هم فاصله داره، حکومت زمین وسط الان مونده، یعنی همین سیاست خارجیش هم دیر کرده تو گلوش، در نتیجه مجبور هم به نعل بزنه هم به میخ، گاهی به این گاهی به. خب این واقعیت است که داره اتفاق میفته در عالم سیاست و اینها مجبورن با همین ارباب کدخدایی که بهشون میگفتن حمله سراغ اون برن و مذاکره بکنن با آمریکا مستقیم، حتی روسیه دیگه زیر نقش نداره با این مسائل درگیره، و بعد بتونم توافق کنم و بتونم سر این مثلا مردم و پول و اینا. این وضعیت است ما داریم، ولی اون چیزی که برای جامعه مهمه اینه که ما با یک شوک تراپی و جنبش مطالباتی با درآمدهای نفتی باید چیز برداره که اینا از حلقوم اینا بکشه بیرون، که اینا خودشون میخوان بخورن با اون کیسه های گشادشون. جامعه میتونه با اعتماد به نفس بیشتری که درآمدی هست، اینا دیگه نمیتونن بهانه بیارن، پیش بره. درود در شما. ما با این چشمنداز که متاسفانه بنبست ها رو به گسترش است و بحران عمیق‌تر، با جنبش مطالباتی روبرویم که به قول شما باید از حلقوم این غارتگران حقوق خودشون و حق خودشون در بیارن و بتونن تلاش بکنن که دوره تازه‌ای رو در واقع برای کشور ما رقم بزنن، چرا که اگر همچنان افسار سیاست در دست روحانیت و در واقع دولت اسلامی باشه، چیزی جز فلاکت گسترده تر، عمیق تر، فقر گسترده تر و فقر مطلق و جز همین خانه خرابی ها و بحران ها نخواهد بود. برای پایان دادن به یک رژیم بحرانی و بحرانساز و این بحران ها راهی جز سرنگونی انقلابی حکومت و به قول شما به خیابان آمدن نیست، خیابان آمدن جنبش های مطالباتی که باید دستشونه به دست هم بدن برای افقهای تازه و روشنی که باید با هم بسازن. درود بر شما و باز هم تبریک مجدد به همه شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و آرزوی سالی شادمانه و خوش با سلامتی و